حالا زبان فرق میکنه. چیزی که هست من تصور میکنم وقتی کار از حدی بگذره باید دنبال انگیزه گشت. تصور نمیکنید آقای احمدی نژاد احتیاج داره به تکرار این سیاست ها، حتی اگر فرض رو ما بر این بگذاریم که الان متقاعد شده که این ادامه این سیاست ها شاید اون چیزی رو که میخواد به دست نیاره یا اون هدفی که رو که بله یه مقدار زیادی حرف شما درسته، تایید میکنم صحبتتون. من برمیگردم به مسائل اقتصادی که مورد علاقه شما هست و منم خیلی علاقه دارم اونها رو اینجا مسائل اقتصادی مورد علاقه کی نیست این روزا. بله یک مسئله‌ای که آقای احمدی نژاد مانور خیلی زیادی روش انجام میده تر تحول اقتصادی هدفمندسازی یارانه هست. برداشت های زیادی از این میشه که آقای احمدی نژاد به خاطر انتخابات سال بعد هست این کار رو میکنه، به خاطر عوام فریبی هست و بعضی هم اعتقاد دارن این مشکل 30 ساله ایران هست، از دوره شاه بوده ولی در این 30 ساله آخر گریبان دولت رو گرفته، دولت ناتوان هست از سوبسید ها، پرداخت سوبسید ها. برداشت شما چی هست؟ اصلا این طرح لازم هست یا خیر از دید شما به عنوان کارشناس؟ بله خدمتتون عرض میکنم که چیز پنهان در سیاست احمدی نژاد در مورد یارانه ها اینه که احمدی نژاد در واقع با امر نقدی کردن پرداخت یارانه ها قصدش این هست که یارانه ها رو از میان برداره. این سیاست احمدی نژاد بخشی از سیاست عمومی دولت جمهوری اسلامی است که از بعد از جنگ تا کنون یکسره دنبالش میره. یکسره دنبالش میره از این نظر هیچ فرق معنی داری بین هاشمی رفسنجانی و خاتمی و احمدی نژاد نیست و آن این است که ایران رو هر چه بیشتر بده به کام سیاست‌های خصوصی سازی، مسئولیت‌های دولت رو رها بکنه، سیاست تعدیل ساختاری رو در ایران پیاده بکنه، دروازه‌ها رو به سمت سرمایه‌های خارجی باز بکنه و اقتصاد ایران رو مسئولیت گریز بکنه. در این راه عدالت اجتماعی رو فدا میکنه، در این راه یارانه ها رو فدا میکنه، برای اینکه یارانه ها به معنی مداخله در بازاره. مداخله در بازار گناه نابخشودنی است از نظر طرفداران جهانی سازی تحمیلی امروزی و سیاست تعدیل ساختاری. بنابراین به عوام فریبی ها و به لاف زنی های دولت ها توجه نکنید. دولت احمدی نژاد از زمان مادها تا کنون دست راستی ترین دولتی است که تمام ایران به خودش دیده. سیاست های حذف یارانه ها و نقدینه کردنش هم دو سه پهلو کار میکنه. یکیش برای اینی که مردمی که به ویژه تهیدستان و کم توش توان ها و کارگران و کارگران بیکار دوچار بیماری توهم پولی هند. بهش میگم مانی ایلوژن در اقتصاد، یعنی اینکه ترجیح میدن 10% 20% پول اضافی بهشون داده بشه تا اینکه قیمت ها طوری کنترل بشه که 50% درآمد واقعیشون بالا بره. از این سیاست استفاده میکنه یارانه ها رو نقدی کنه، اما در عمل یارانه ها رو از بخش مهمی از جامعه که به زیر فرمانش نیستن حذف میکنه و این یارانه ها رو هدایت میکنه به میان کسانی مثل بسیج غیره غیره که در واقع چشمشون همیشه به دست دولت بمونه و بعد در میان مدت هم، حتی نه در بلند مدت، در میان مدت هم کاری میکنه که این یارانه های نقدی زیر آفتاب تموز تورم تبخیر بشه و از بین بره. و در عمل چه کار کرده؟ در عمل مسئولیت دولت رو برای پرداخت یارانه ها حذف کرده. یک وجدان کاذب و دروغی هم توی مردم انداختن که پول نفت رو میگیرید میخورید، پس چیکار کنن مردم؟ من نمیدونم وقتی میلیارد میلیارد کمپانی های نفتی میبرن داخلی و خارجی، وقتی خود روحانیون و غیر روحانی و فرمانده و این یکی و این یکی میبرن، نوبت به مردمی که رسید حالا سر سفرهشون قراره یه چیزی بیاد، به دروغ هم میگن میاد و نمیاد. این مردم جای سرزنش دارن، پول نفت دیگه. همه جای دنیا یه جوری اینو برای رفاه اجتماعی، برای مدرسه، برای بازی بچه‌ها، برای تامین زندگی حداقل زنان زحمت کشی اون جامعه خرج میکنن. مردم ما محروم بودن و به همم هم نمیرسید این یارانه ها، کفاف هم نمیداده این باده ها به مستی مورد نیاز مردم. الان این آمده با یک بازی دیگری به نظر من بار دیگر دارد انرژی اقتصادی مردم و قربانی سیاست تعدیل ساختاری میکنه و میخواد به اون سمت بکشونه. در این میان تبلیغات مسموم و خاک تو چشم مردم پاشیدن از توی برخی از اقتصاددانان وابسته به دستگاه هاشمی رفسنجانی و خاتمی و وابسته به دستگاه احمدی نژاد، وابسته به کلیت قدرت، کار دست مردم داده. یعنی اینی که سعی میکنن اتفاقا با احمدی نژاد همسو بشن. احمدی نژاد پوپولیزم و عوام فریبی استانی خودش رو تحت عنوان گرایش به مردم محروم جا میزنه. این نیست، این بذل بخشش های مقطعی است برای انتخابات. اون وقت از اون طرف
مخالفین یک اقتصاد متعادل، یک اقتصاد در واقع مردمی، میان تبلیغ میکنن میگن آها این احمدی نژاد پس چپه، چپام همینطور طرفدار محرومانن، پس همشون یکیان، پس حالا چیکار بکنیم؟ احمدی نژاد بره مثلا یکی دیگه بیاد یه خود زبونش کمتر تند باشه، راه رو هموار بکنه برای حضور آمریکا، همین سیاستای برای جلو. به این ترتیب احمدی نژاد اصل هدفش در نقدی کردن یارانه ها حسب یارانه هاست و هدفش هم از حرف یارانه ها همون هدفی است که با بیکار کردن کارگران در کارخانه ها انجام میده. اون چیه؟ و با منتقل کردن سریع کارخانه های دولتی به دست بخش خصوصی که وابسته به خودشن، یعنی یاران خودشن، دوربر خودشن، خصوصی اختصاصیشن، خودمونیاشن. همین کار هاشمی هم میکرد، همین کار در دوره اصلاح طلبان هم صورت گرفت و به این ترتیب زمینه رو آماده بکنه، بگه این بخش خصوصی، این بازار، ایدم عدم مسئولیت و دولت و عدم مداخلش، آنک بازار، اینک سرمایه های جهانی، بیاید بذارید من بمانم فقط. اینکه شما فرمودید سیاست خصوصی سازی، من یه اشاره میخواستم بکنم به اصل 44 که خیلی تاکید داره ایشون و یک جمله از آقای ناطق نوری که سهام کارخانجات در عرض 5 دقیقه به فروش میرسه و معلوم نیست به جیب چه کسی میره، ضمنی که ایشون تدوینا اشاره کردن همون چیزی که شما فرمودید، کسانی که این سهام رو میخرند وابسته به دولت هستن یا وابسته به ارکان نظام هستن. بله خیلی ممنونم از این توضیحتون. سری و سیرترین قطار خصوصی‌سازی متعلق به قطار احمدی نژاده. منتها گیرم اون خوب بخش خصوصی یا بخش خصوصی رقابتی یا در بازار بورس نیست، این کار دولت‌های قبلی هم می‌کردن، بخش خصوصی خودمونیاشون بودن، تو روسیه هم زمان یلتسین می‌شد، داماد و خاله و خانباجی و اینا همه میگرفتن، اونم میگه برای شما چه فرق میکنه که خصوصی میخواستید اینم خصوصی، یعنی در یه نسلی رو درست میکنه و مأموریت تازه‌ای رو برای دولت تصویر میکنه که یک نوع مثل دولت نظامی ترکیه باشه، منتها به جای اینکه حافظ امام میهن باشه، حافظ کیان اسلام باشه و تو اون چارچوب قانون اساسی از ولایت فقیه تا پایین بتونه اون رو حفظ بکنه. حالا فرض بر این می‌ذاریم که آقای احمدی نژاد این اهداف رو که دنبال میکنه به هر حال میخواد بهش برسه، یعنی اگر هدفمندسازی یارانه رو اعلام میکنه برای این هست که یک قشر خاصی رو، به تعبیر شما که بسیجیان هستن، هواداران دولت و نظام هستن، اینها رو به نوعی وابسته و حقوق بگیر خودش بکنه. برای اینکه حتی همین کار رو هم انجام بده به هر حال یک کانال‌های اجرایی رو احتیاج داره که بتونه این پول رو مستقیم به حساب اینها واریز بکنه، اینها رو شناسایی بکنه و ابزاری میخواد برای کنترل اینها که این پول‌ها هرز نره، چون مستقیم به هر حال دولت با خود فرد اینجا در تماس نیست، رابطه‌های اینجا هست و باید کنترل بشه. دولت با توجه به ساختار اقتصادی و سیاسی ایران اصلا همچین توانایی رو دولت داره که بتونه این افراد رو سوای بسیجیان عرض میکنم، افراد نیازمندی که به قول شما در روستاها هوادار دولت ممکنه باشن، اینها رو شناسایی کنه، مستقیما به اینا دسترسی پیدا کنه، پول رو به اینا بده و کنترل بکنه اینها رو که این پول به اندازه کافی باشه و به دستشون برسه. هرچی هدفی نداره این که نیازمندان رو شناسایی بکنه، کاری نداره. اگه قرار باشه ما به دهک‌های اول و دوم و سوم و چهارم نیازمند تشخیص بدیم، کمک اقتصادی برسانی، بالا چه اشکالی داره؟ یه خود دست دلوازانه میگیم 20% از دهک پنجم هم بذار جزش باشه، از اون بر من کس نیارن، یعنی حقوق انسانی ضایع نشه، بذار یه نفر دو برابر بگیره، در بلند مدت اون تبعیض رو حلش میکنیم. اون این کارو نمیخواد بکنه. این که گفتم به خودمونیاش، یعنی کسانی که به طور مشخص در چارچوب‌های سازمان یافته یا نقطه چین فکری ارتباط دارن، شناسایی شدن. اما این که برای محرومان بخواد دولت احمدی نژاد کاری بکنه، مهمتر از این که اجازه بدن محرومان داد بزنن آی مردم ما محرومیم، اجازه بدهد که تشکلشون رو داشته باشن، اجازه بده کارگران سندیکاهاشون رو داشته باشن، اونها خودشون بلدن در یک چانه زنی یا در یک مذاکره، در یک گفتگو با کارفرماها، حالا میگیم که نمیخوان برن کارفرماها رو از کار برکنار کنن، میتونن اونجا حقوقشون رو تضمین بکنن، تامین بکنن. بعدم اصلا راه سیاست‌های رفاهی این نیست. در 20-30 سال گذشته تو همین کشوری که شما هستید، در اروپای شمالی، به قدری تئوری‌ها و الگوها و روش‌های کاربردی و تئوری که توسعه رفاه اجتماعی بیرون آمده، 10-20 کتاب همین الان توی اتاق منه که به فارسی در 2-3 سال اخیر ترجمه شده. چگونه بتوان خدمات رفاهی رو گسترش داد، زنان رو تحت پوشش قرار داد، کودکان رو تحت پوشش قرار داد، مواد غذایی بهشان رساند، تفریح بهشان رساند. ایناست در واقع که شما میتونید بیشترین کمک رو به لایه‌های محروم بکنید. اینی که از توهم پولی استفاده بکنید، مثل خلیفه‌های قدیمی برید توی استان بیستی یا خود پول خرج بکنی و اینها در واقع پوپولیزم عوام فریبیست. اما هرچه هست سوسیالیزم نیست، چپ نیست و درست نقطه مقابل اونه. من ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، خیلی دوست دارم از وجود شما بیشتر است.
توجه شما را به اخبار فرهنگی، سیاسی، اجتماعی از شهر برلین جلب می‌کنم.